با سلام و درود به سرویس خبری این ساعت از شبکه جهانی هزار آورد با من بلقیس بهار و همکارم ریحان را به خوش آمدید سرخط خبرها طالبان در انفجار انتحاری در کابل 6 نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند درگیری در محفل عروسی شهروندان افغانستان در آلمان 5 پلیس و چهار مهمان زخمی شدند و سلگراف طالبان از زنان با عنوان جاسوس برای شناسایی متخلفان قانون امر به معروف کار می گیرند. جبهه مقاومت مدعی است که دو جنگجوی طالبان را در تخار کشته است. دولت آسپانیا خواهان محاکمه مقامهای طالبان در دادگاه لها شد. طالبان مسئول فدراسیون کشتی بادغیز را بازداشت کردند. تعصبات قومی در قالب بهانه‌جویی فارسی زبانان در محاکم طالبان توسط قاضیان آزار اذیت می‌شوند و رئیس یونما میگوید طالبان نباید به رسمیت شناخته شوند ما را با مشروع اخبار همراه باشید خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل می گوید که در انفجار انتخاری اصر دیروز دوشنبه، شنبه دوازه سنباله در جاده دارالمان شش نفر به شمول یک زن کشته و سیزه نفر دیگر زخمی شدند او در پیام در صفحه اکس خود افزوده است که انفجار در ساحه قلعه بختیار رخ داده و ناشی از مواد انفجاری همراه یک فرد بوده است سخنگوی فرمانده امنیت طالبان گفته است که همه قربانیان غیرنظامی هستند. خالد زدران گفته است که زخمی ها به شفخانه منتقل شدند و تحقیقات در مورد این حمله آغاز شده است. پیش از این منابع از میان طالبان نیز تایید کرده بودند که این فجار ناشی از حمله این بوده است منابع میگویند که هدف این کارمندان و مراجعین ریاست تعقیب فرامین و احکام طالبان بوده است منابع میگویند که دست کم شش نفر جان باختگان این فجار اصر روز دوشنبه توسط هم در منطقه دارلامان شهر کابل دادستانها و کارمندان دادستانی کل حکومت پیشین هستند که پس از تحولات نیز به کارشان ادامه داده بودند به گفته منابع تمام این شش نفر باشندگان اصلی ولایت بدخشان هستند منابع همچنین افزودند شمار تلفات این حمله بیشتر از آنچه است که طالبان اعلام کردند. یک منبع شمار کشته ها را دست کم سیزده نفر میداند تکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است پیش از این نیز داعش مسئولیت شماری از حملات علیه طالبان را بر عهده گرفته بود رسانه های آلمانی گزارش دادند که بر اثر درگیری در یک مراسم عروسی شهروندان افغانستان در شهر وپرتال این کشور پنج معمور پلیس و چهار مهمان زخمی شدند. با گزارش دویچه این درگیری شنبه شب دی سنبوله میان مهمانان مراسم عروسی شهروندان افغانستان آغاز شد و با آمدن پلیس تشدید یافت در گزارش این رسانه آمده است که ماموران پلیس بر اثر ضربات مشت لگت و دندان گرفتن زخمی شدند پلیس آلمان گفته است که ماموران پس از دریافت گزارش درگیری به محل رفتند اما وقت آنجا رسیدند هدف حمله قرار گرفتند سخنگوی پلیس آلمان گفته است که سه مرد 22 تا 24 ساله را بازداشت کرده که حتی هنگام بازداشت مقاومت و به ماموران حمله می کردند پلیس آلمان پس از این رویداد اسناد هویت چهل شهروند افغانستان را ضبط و مراسم عروسی را لغو کرده است علت آغاز این درگیری توضیح داده نشده است این رویداد پس از آن صورت گرفته است که آلمان به هشت مهاجر مجرم اهل افغانستان را اخراج کرد این مهاجران با یک پرواز چارتر به کابل فرستاده شد روزنامه تلگراف گزارش داده است که طالبان برای شناسایی زنان متخلف از قانون امر به معروف این گروه از زنان به عنوان جاسوس کار میگیرند این روزنامه روز دوشنبه دوازدهم سنبله به نقل از منابع خود نگاشته است که زنان گماشته شده در وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان وظیفه دارند تا شهروندان زن را در شبکه های اجتماعی و اماکن عمومی در زیر نظر بگیرند یک مقام بخش زنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که نامی از وی در گزارش برده نشده به تلگراف گفته است که این زنان حساب های کاربری زنان و متخلف را در شبکه انستاگرام شناسایی می کنند. این مقام طالبان افزود است که این گروه به زنان بیشتر برای شناسایی زنانی که از قانون امر به معروف سرپیچی می کنند نیاز دارد. بر بنیاد این گزارش شماری از زنان به گونه اجباری در این وظیفه گماشته شدند و برخی هم در بدل دریافت پول جاسوسی می کنند. این عضو ارشد طالبان تصریح کرده است که شماری از زنان زندانی در زندانهای این گروه نیز به شرط گزارش دهی از زنان متخلف قانون امر به معروف آزاد شده اند با این حال گلنزا مخبر یکی از زنان کمشته شده از سوی وزارت امر معروف و نیز منکر طالبان گفته است که وی همه روزه زنان را که از قوانین سخت گیران این گروه سرپیچی می کنند در فروشگاه های پوشاک و مکان های شهر شناسایی می کند. به گفته مخبر، طالبان پس شناسایی زنان متخلف آنان را به پاسگاه ها می برند. گفتنی است که رهبر طالبان چند روز پیش قانون امر به معروف این گروه را توشیه کرد. طبق این قانون حتی شنیدن صدای زن عورت است. جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که در یک حمله بر طالبان در ولایت تخار دو جنگجوی این گروه را کشته و یکی دیگر را زخمی کرده است. این جبهه در یک خبرنامه گفته که نیروهایش یک شنبه شب یازده سنبله بر فرماندهی امنیه ولسوالی بنگی تخار حمله کرده است. در خبرنامه جبهه مقاومت ملی آمده است که طی 24 ساعت گذشته دو بار بر مواضع طالبان حمله کرده است طالبان در تخار در این باره چیزی نگفتند جبهه مقاومت ملی روز گذشته نیز مدعی کشتن دو جنگجوی طالبان در هراد شده بود این جبهه هر از مسئولیت حمله بر جنگجویان طالبان را بر عهده میگیرد دولت اسپانیا اعلام کرده است که مقامهای طالبان باید به دلیل نقص حقوق بشر در دا دادگاه کیفری بین المللی لاحه محاکمه شوند. دیپلمات اسپانیایی روز سه سی شنبه 13 سنبله گزارش داده که نهاد زیرنامه مست دموکراسیا در حال جمع آوری امضا برای محاکمه کشاندن سران طالبان است. این نهاد از دادگاه لاحه خواسته است که سرکوب زنان و دختران توسط طالبان را جنایت علیه بشریت اعلام کند. طالبان تا سه سال گذشته از سوی نهادهای بینالمللی و برخی از کشورها متهم به نقض حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران شدهاند این درخواست در حال مطرح می شود که سال گذشته میلادی نیز دیدبان حقوق بشر در گزارش اعلام کرده بود که خشونت های مبتنی بر جنسیت از سوی طالبان به عنوان مسداق جنایت علیه بشریت باید از سوی دادگاه لاه بررسی شود این نهاد در آن زمان گفته بود که مقام های طالبان باید به هر نوع سرکوب و تبعیضی که زنان و دختران را از حقوق اساسیشان محروم کند نقطه پایان بگذارند گفتنی است که دادگاه بین المللی کیفری در اکتبر 2022 به داستانش اجازه داده بود تا وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر سلطه طالبان را مورد بررسی قرار دهد منابع در بادغیس تایید می کنن که طالبان حبیب الله حسین مسئول فدراسیون کشتی این ولایت را بازداشت کرده اند. به گفته منابع حسین سی روز قبل جمعه نوی سنبله از سوی معموران اداره امر به معروف طالبان در بادغیز بازداشت شده است. منابع دلیل بازداشت مسئول فدراسیون کشتی محلی در بادغیز را سرپیچی از دستور ماموران امر به معروف طالبان در این ولایت عنوان می کنند. منبع می گوید که روز پنجشنبه و جمعه مسابقات پهلوانی برگزار شده بود و امر به معروف گفته بود که این مسابقات تا ساعت پنج ادامه داشته باشد و در وقت نماز وقفه برقرار شود. به گفته منبع به خواست مردم مسابقات ادامه داشته و در وقت نماز وقفه رعایت نشده است منابع میگویند که در گذشته هم ماموران امر به معروف طالبان با مسئول فدراسیون کشتی تنش لفظی داشتند یک منبع میگوید که با آنکه بزرگان محل به خاطر رهایی حسین پادرمیانی کردن ولی او تا کنون آزاد نشده است تا هنوز مقام های محلی طالبان در بادغیز در مورد بازداشت حسین چیز نگفتند. طالبان بر ورزش نیز محدودیت هایی وز کردن. این گروه در اقدام تازه برگزاری مسابقات ورزش هنرهای رزمی ترکیبی MMA را در کشور ممنوع اعلان کرده است. شماری از کشور که برای طی مراحل اسناد رسمی به محاکم و وسایق زیرداری طالبان در کابل و ولایت مراجعه کردند از بهانه جویی های قاضی های طالبان شکایت دارند به گفته آنان قاضی طالبان برای صدور نکاح نامه وسیقه زوجیت، وسیقه تسبید مجردی و وراست خط با مراجعان برخورد دگانه می کنند. به گفته این مراجعان قاضی های این محاکم از سوی طالبان مقرر شدند. به علت اختلاف قومی و سمتی مراجعان غیر پشتون را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. آنان از طالبان می خواهند که تعصبات قومی، سمتی و زبانی دست بردارند و برای همه مراجعان خدمات و سهولت های یکسان فراهم سازند. آگاهان مسائل سیاسی اما به با این باورند که تا زمانی که نهادهای عدلی و قضای کشور از وجود افراد غیر مسلکی و بی تصفیه نشود، برخورد برخوردهای دوگانه با شهروندان بر اساس تفاوتهای قومی مذهبی و زبانی گرفته نخواهد شد در همین حال تعداد از این مراجعین مدعیاند که قاضیها به بهانه های مختلف از طی مراحل اسناد فارسی ها خودداری ورزیده و آنها را به مدت طولانی سرگردان می کنند. یک از این مراجعین میگویند که با یک دوست پشتونش یک جا برای اخذ نکاخت مراجعه نمود دوست پشتونش در مدت یک هفته نکاحت خود را دریافت نمود در حالی که وی مدت پنج ماه سرگردان شده است طالبان در سه سال حاکمیت بر کشور بارها بر تعصبات قومی زبانی و مذهبی متهم شدند بر اساس گزارش ها کارمندان تاجیک ازبک و هزاره در اداره های دولتی با ترس اخراج از وظایفشان دست پنجنر می کنند و مجبورند با جویی های مسئولان طالبان کنار بیایند رئیس یونما می گوید که طبق مشوره های ملل متحد با مردم افغانستان توافق گسترده وجود دارد که اداره طالبان به رسمیت شناخته نشود. رضا اوتونبایوا رسمیت شناختن طالبان را مشروط به حل مسائل حقوق زنان، آموزش دختران و ایجاد قانون اساسی قابل قبول دانست. شورای امنیت سازمان ملل به تازگی گزارش از برنامه خود در ماه سپتامبر را منتشر کرد که قرار است در این ماه جلسه درباره افغانستان برگزار کند. در این گزارش به تحولات سه ماه گذشته در افغانستان تحت کنترل طالبان پرداخته شده و درباره گزینه‌ها و اقدامات احتمالی این سازمان در مورد افغانستان بحث شده است. در گزارش آمده که لیزا دوتن مدیر بخش مالی و مشارکت دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه ملل متحد در 21 جون به شورای امنیت گفت که در حال حاضر بست سه اشار هفت میلیون نفر در افغانستان و کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. خانم دوتن گفت که اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی وضعیت بشری افغانستان را تشدید کرده است. سپاسگزارم که تا پایان بخش خبری این ساعت ما را همراهی کردید تا برنامه بعد خدا نگهدار.